ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که ایران برای نبرد نظامی در ائتلاف علیه دولت اسلامی در عراق و سوریه جایی نخواهد داشت. دولت ایالات متحده موفق شده که سران 10 کشور عرب از جمله قطر و عربستان سعودی را برای نبرد با دولت اسلامی متحد کند. به شیوهی که ما با القاعده و متحدانش در سراسر جهان در جنگ هستیم، با داعش نیز در جنگیم. وقتی که میگوییم ما درباره فقط ایالات متحده حرف نمیزنیم، منظورمان ائتلاف بین المللی گسترده ایست که شامل دولت‌های سنی مذهب منطقه و متحدانمان در جهان میشود. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به آنکارا و در پی دیدار با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری تلاش کرد تا حمایت این کشور را نیز در رابطه با ائتلاف علیه دولت اسلامی جلب کند. دولت ترکیه تا کنون برای مشارکت در این ائتلاف تمایلی نشان نداده است. این ائتلافی گسترده از کشورهای عرب، اروپایی و ایالات متحده و دیگران خواهد بود. هیچ کس از من نخواسته که حضور ایران را نیز در نظر آوریم، ولی من فکر می‌کنم که در این شرایط و در این زمان این مسئله به هیچ عنوان درست نباشد. It would not be ripe for any number of reasons. گروه‌هایی از مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه به نبرد با دولت اسلامی پیوستند. این در حالی است که ایران ضمن تروریست خواندن داعش از مدافعان اصلی پایداری حکومت بشار اسد است.